محکومیت‌های طولانی و تبعید، هزینه‌ای که عده‌ای از کنشگران سیاسی برای نوشتن یک نامه به رهبر ایران و درخواست استعفای او باید بپردازند. آیا این احکام قانونی است؟ به صفحه دو این هفته خوش آمدید. خرداد ماه امسال عده‌ای از فعالان مدنی و سیاسی ایران در نامه‌ای خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی از قدرت و تغییر قانون اساسی شدند. 8 ماه بعد از دستگیری عده‌ای از نویسندگان این نامه و هوادارانشان، دادگاه انقلاب مشهد 8 نفر از آنها را به مجموعاً 72 سال حبس، 6 سال ممنوعیت خروج از کشور و 6 سال تبعید محکوم کرده. چرا در شرایطی که قانون اساسی و حتی خود آیت الله خامنه ای حداقل در حرف به فعالان سیاسی اجازه انتقاد می دهند چنین احکامی صادر می شود؟ در برنامه امروز 3 مهمان داریم. محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری از تهران به ما پیوسته، و همینطور 2 فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی، ملیحه محمدی از برلین و حمید آصفی از تهران. خوش آمد میگم به همه شما. آقای آقاسی، اجازه بدید اول از با شما شروع بکنیم. با توجه به اینکه شما وکالت تعدادی از این نویسندگان این نامه رو بر عهده داشتید و خب بارها در جریان اتهامات اونها قرار گرفتید و همینطور در نهایت در جریان حکمی که داده شد، کمی با ما بگید که این اتهامات اصولاً بر اساس اون نامه چقدر تطابق داشت با آن نامه و قانون اساسی؟ آیا آنچه رو که این افراد در اون نامه درخواست کرده بودند به عنوان جرم میشناسه یا نه؟ بله، درسته. این جواب سوال شما البته به صورت اجمال من عرض بکنم که منفی است. عمل اینها جرم محسوب نمیشه و بنابراین برای اینکه بتونن اینها را مورد تعقیب قرار بدن، یک عنوانی رو در قانون تعزیرات پیدا کردن و بر اون در واقع تطبیق دادن و اون عنوان تشکیل گروه هست. دوستانی که در اینجا نامه را در واقع امضا کردن، در واقع امضا کننده بیانیه هستند، رو تحت عنوان تشکیل گروه به منظور ارتکاب جرم علیه جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروه های مخالف نظام تلقی کردن و در کیفرخواست و در گزارش ضابطین قضایی و بعد در حکم دادگاه تحت این عنوان به اینها اتهامی رو نسبت دادن که بتونن مجازات بکنن. آیا واقعا گروهی هم تشکیل شده بود یا نه؟ اتفاقا چیزی هستش که همه موکلین به صورت متفق اعلام کردن که گروهی نبوده، دسته‌ای نبوده، جمعی نبوده، بلکه در تلفن یا در فضای مجازی با یکدیگه صحبت کردن و گفتن که چنین مطلبی رو ما می‌خوایم عنوان بکنیم. کسانی که موافق بودن تأیید دادن که بله، ما هم موافق هستیم و به این ترتیب این بیانیه منتشر شده. گروه و دسته و تشکلی وجود نداشته که بتونیم ما این عمل رو منطبق با ماده 498 و 499 قانون مجازات اسلامی بدونیم و برای اونها 5 سال بابت این عمل محکومیت در نظر گرفتن. حتما میپرسید که پس چرا مجازات اونها بیش از این مقدار هست؟ چون مطالب دیگری را هم اضافه کردن و تونستن مجازاتی رو با این حد و درجه افزایش بدن و برای هر یک از اینها در نظر بگیرن. و برای تعداد دیگری که همچنان از امضا کنندگان اون نامه که همچنان در زندان هستند یا در بازداشت هستند، چه شرایطی اونها دارن؟ آقای دکتر محمد نوریزاد که معرف همه هستن شون و آقای هاشم خواستار رو اجازه ندادن که از زندان اطلاعات مشهد به زندان عمومی منتقل کنن. بقیه در زندان عمومی هستن، اونهایی که دستگیر شدن، و این 2 نفر در وضعیتی هستن که نه دسترسی به مطبوعات دارن و نه تلویزیون و نه برنامه های حتی خبری معمول رادیو تلویزیون ایران. نگرانی و گرگی اونها هم از همین بود که به چه علتی ما را در اینجا نگرداشید. البته درخواست شده بود که آقای سپهری هم
نگهداری بشن در زندان اطلاعات و به زندان عموم منتقل نشن، که البته بازپرس فقط با نگهداری این دو نفر موافقت کرده. آقای نوریزاد اعتصاب دارو داره و روزی که به دادگاه آمد به درخواست رئیس دادگاه قرار بود که یک تیم پزشکی در دادگاه حضور پیدا بکنه که فقط یک پزشک آمده بود. قبل از دادگاه اینها را معاینه کرد آقای خواستار و آقای نوریزاد. آقای نوریزاد به شدت ضعیف شده، به شدت وزن از دست داده و به سختی خودش رو کنترل میکرد که روی پاش بیسته و ناراحته از اینکه با او این رفتارها انجام میده. آقای آقاسی اگه خیلی کوتاه بفرمایید قدم بعدی شما چیه؟ طبیعتاً من در لایحه‌ای که برای دادگاه نوشتم رسما اعلام کردم که این اتهامات منطبق با موازین قانون نیست، که در کیفرخواست و در جلب به دادرسی آمده و ما دادگاه نپذیرفت. مثلا من به عرضتون برسونم برای آقای هاشم خواستار تأسیس یک کانال تلگرامی را 10 سال حبس عین کرده. این منطبق با قانون نیست. اگر که واقعا دادگاه تجدید نظر که من قصد دارم تجدید نظر خواهی بکنم بی نظر و بدون مطلب خاصی بخواد رسیدگی کنه به پرونده، بخش عمده ای از این اتهامات باید حذف بشه و حد اکثر تبلیغ علیه نظام رو که این رو هم مورد قبول موکل نبود براشون بگیره که 3 ماه تا 1 سال حبس است. بله. ممنون ازتون آقای آقاسی. محمد حسین آقاسی حقوقدان و وکیل دادگستری از تهران. اما این بحث رو ادامه بدیم با خانم ملیحه محمدی و حمید آصفی. آقای آصفی اجازه بدید از شما شروع بکنم که در تهران هستید. در خرداد ماه این نامه نوشته شد. چه شرایطی بود و چه چیزی باعث شد که این فعالان در نهایت تصمیم بگیرند که این نامه رو منتشر بکنند؟ ببینید، خب عموما این فعالان سیاسی نبودن به جز آقای نوریزاد و آقای دکتر ملکی که خب بسیار حالا ناتوان هستن به لحاظ جسمی. ما بقیه افراد رو که ما خوب دقت بکنیم ببینیم فعالین صنفی بودن، عموما از فعالین مدنی صنفی بودن در حوزه خودشون. معمولا در کشورهای و جوامعی مثل ما وقتی ما با یک انسداد درازمدت سیاسی روبرو میشیم، بسیاری از فعالان مدنی صنفی کار و مطالب محور از حوزه صنفی کاری خودشون خارج میشن و به حوزه سیاسی قدم میذارن. به هر حال به این نتیجه رسیدن در بیانیه اولشون که استعفای آقای خامنه ای باید مطرح باشه. همونجوری که آقای آقاسی گفتن یک خواسته کاملا مدنی و قانونی و خلافی رو هم انجام ندادن و این مسئله سبب شد که بعد از صدور این بیانیه یک موجی میشه گفت در بسیاری از جاها اتفاق افتاد که هر کس بگه خیلی بیان میگن ما نفر 15 هستیم. به اضافه اینکه خب در خارج از کشور هم یک تحرکاتی صورت گرفت، از جمله خب یک کمیته 3 نفره‌ای ظاهرا تشکیل میشه به دفاع از این 14 نفر و یک حداقلی از نظم و انضباطی به نظر میاد به وجود میاد. اگر روی همون اعلامیه به نظر حقیر، علارغم اینکه خب با خیلی هاش من دوست هستم و از دوستان خود من هستم و آدمای شریفی و ملی هستن، ولی اگر در همون بیانیه اول متوقف میشدن و ادامه میدادن و تحت تأثیر حالا فشارهای بیرونی از احزاب سیاسی، نه در ایران بیشتر از خارج، که تحت فشار شاد قرار میدادن یا این حرکت رو تخطئه کرده بودن که این حرکت یه حرکتی است که سازشکارانه است و به نوعی در چارچوب نظام میخواد نظام رو تطهیر کنه، خب آقای خامنه ای استعفا بده، خب یکی دیگه میاد جاش. و این باعث شد که در بیانیه دومی که دادن اینو یه مقدار رادیکال ترش بکنن، یعنی بحث برکناری و اصلا برچینی کل نظام مطرح شد. به همین مسئله باعث شد که خب نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بسیار به این قضیه حساس بشن و نهایتاً کار اونجا بکشه که با اینها برخورد کنن. و الا اگر در همون بیانیه اول متوقف می‌شدن و روی همون بیانیه ادامه می‌دادن، شاید به این زودی‌ها اینها دچار این ضربه نمی‌شدن. خانم محمدی، دیدگاه شما چیه؟ فکر می‌کنید که اونطور که آقای آصفی میگن
آیا باید اونها کمی عقبتر می نشستند و به نظر شما اونها در بیانیه دوم رادیکال شدن یا نه؟ ببینید مقدمات هم بگم خدمتون، در جوامع نظیر ما که امکان فعالیت آزاد احزاب و امکان رابطه زنده اونها با جامعه نیست که مطالبات مردم، خواسته هاشون و اعتراضاتشون رو سامان بدن، نظم بدن، اعتراضات و مطالبات که از بین نمیره در اشکال حالا گروهی، فردی یا حالا به شکل تظاهرات خیابانی، اعتصابات یا از این شکل نامه و بیانیه و اینها بروز میکنه. خواستی که مطرح شده بود در این نامه روش بسیار مسالمت‌آمیز بود. خواست رادیکال بود. برای نظامی مثل جمهوری اسلامی فرق نمیکنه که کسانی بیان در خیابان شعار سرنگونی بدن یا در نامه‌ای مسالمت‌آمیز خواهان کنار رفتن رژیم بشن. براش در هر حال مسئله بحث امنیت نظام و بود و نبودش. اینکه آقای آصفی میگن که اینا در بیانیه اول متوقف میشدن، خب طبعا وقتی یه حرکتی رو کسانی شروع میکنن خودشون انتظار دارن که به یه نتیجه‌ای برسن. اگر متوقف میشدن مانند این بود که نباید شروع میکردن. اما به نظر من همیشه و همواره اگر جریانی، اعتراضی قابلیت تبدیل به موج و قابلیت تبدیل به یک جریان رو نداشته باشه، یک حرکتی و در تعداد انگوش شمار آدم ها باقی بمونه، حکومت های استبدادی نظیر حکومت ما به راحتی به اونها فائق میان، کنترل میکنن و اونها رو از صحنه مبارزه اساسا کنار میذارن. ما مبارزاتی داشتیم مثل اعتصاب کارگران هفت تپه که اینها حالا با موفقیت نسبیه، ولی ما دیدیم که اینا به خیلی از خواستهای خودشون رسیدن، خیلی جاها وادار به عقب نشینی کردن سیستم رو. اما خواستی نظیر اونچه که این دوستان مطرح کردن با همه شهامت اخلاقی که به خرج داده بودن، از همون آغاز معلوم بود که سرنوشتی جز ایستادن نداره و احتمالاً هزینه هایی که معلوم نیست این هزینه ها مطابق باشه. ما اساسا در جمهوری اسلامی نمیبینیم که احکام با اتفاقی که افتاده تناسب داشته باشه. در این مورد هم همینطور. مسئله اینه که اساسا اینجور حرکات فردی، پراکنده، گروهی آیا به ثمر میشینه، آیا مفید برای مبارزه مدنی در ایران یا بی اثره یا گاهی خانم محمدی، در بسیاری موارد کنشگران سیاسی یا مدنی عملا میگن که این راهیه که ما داریم. یک راه اینه که ساکت بنشینیم کنار و راه دیگه اینه که حداقل اعتراض خودمون رو از طریق نوشتن این نامه ها بیان بکنیم و بگیم که راضی نیستیم و شاید تاریخ اونها رو با اون نامه ها در خاطر بسپاره. اما عملا جریان تاریخ رو احتمالا عوض نمی کنه. در شرایط این چنینی فکر می کنید این کنشگران چه باید بکنن وقتی دستشون بسته است؟ من از نگاه و از نظر سیاسی خودم حرکت می کنم. وقتی شما می پرسید، من اولا همون صحبتی که شما کردید، اگر کسانی می خواهن برای تاریخ و اثبات حقانیت خودشون کاری رو انجام بدن که 100% مجازن، هزینه‌ش رو شخصا می خواهن بپردازن و دوست دارن کاری برای تاریخ و بقای هویت خودشون انجام بدن. ولی اگه انجام کار سیاسی به منظور تغییر مناسبات جاری در کشور، به ویژه اگر معطوف به بنای دموکراسی هست، ما مجبوریم کارهایی رو بکنیم که اولا هزینه پایین داشته باشه. ما ممکنه شخصا قادر باشیم هزینه بالا رو بپردازیم، ولی همیشه میدونیم که عموم مردم در هیچ جامعه‌ای به حرکاتی که نمیپیوندن که هزینه هایی داشته باشه که نخوان تقبلش کنن. این یک مربوط فقط به جامعه ایران هم نیست. بهتر اونه که اهدافی رو مورد نظر قرار بدیم، چه در شکل نامه چه در شکل اعتراضات خیابانی، اهدافی رو تعیین بکنیم که در یک جایی مثل کارگران هفت تپه با ما به گفتگو بشینن. ما اگر چیزی دادیم چیزی بگیریم. اینها میتونن بر رژیمی که موسوی و کروبی رو که جز رسیدگی به اعتراضات، بررسی مشکلات، چیز دیگر نمیخواستن، 9 ساله که نگه داشتن، آیا نبود اونها
به سود ما بوده نه، اما اونهای چاره دیگه نداشتن، نهایت رفتار مسالمت ها میسو کردن. اما اینجا مسئله اینه که معطوف به کدوم هدف بوده؟ آیا این تصور میشده که با امضای نامه آقای خامنه ای استعفا میدادن؟ و این حرف پربیراه نیست که گیرم ایشون استعفا بدن، نظام باقیه. بعد شما تقاضا میکنید نظام رو که دوستانه بره. در کجای جهان میشه از یک نظامی تقاضا کرد شما تشریف ببرید و اونها هم بگن چشم؟ پس به نظر من چون از من میپرسید راهی جز تصحیح مناسبات و روابطی که داره به جامعه فشار میاره، برخورد با فساد اقتصادی اجتماعی، برخورد با این استبدادی که متوجه همه فعالیت‌های صنفی هست، راه دیگری نیست. باید حرکتی کرد که پیروزی‌های گام به گامی رو هم بشه محتمل دید در اون مسیر. آقای آصفی، نظر شما چه هست؟ آیا فکر می‌کنید که نویسندگان این نامه پیروزی های گام به گام یا کوچک رو ندیدند و وقتی این نامه رو می نوشتن؟ چیزی که سرکار خانم محمدی مطرح می کنند، خب ما در انتظا که فعالیت نمی کنه اقشار اجتماعی، جنبش آبان ما مگر جز مسالمت آمیز بود؟ ولی صدها کشته بر جای گذاشت. مگر در جنبش کارگران هفت تپه الان مگر به همه خواسته هاشون رسیدن و مگر تلفات زندانی ندادن و خیلی از حرکت های دیگه. یادم خود سرکار خانم مریم محمدی خیلی رو انتخابات موجود با هم اینجا مناظره میکردیم خوشبین بود. الان به جایی رسیدن که اصلاح طلب ها میگن خدا حافظ. از یک کسی مثل آقای کیوان صمیمی که حتما خود سرکار خانم میشناسن که زندانی دو رژیم بوده و برادر شهید داده، چه در زمان شاه چه بعد از انقلاب، و انتخابی ترین و ملایم ترین فرد بود که همه نیروهای چپ سکولار اصلاح طلب رو زیر چتر خودش قرار میگیره، میگه آقا برید خونه، انتخابات تموم شد. یعنی وقتی کار به یک جایی میرسه، ظرفیت مگر کنشگران سیاسی چقدره؟ یک جا بعد از شعار شما ما به طور واقعی بخوایم صحبت کنیم، خود من معتقدم، میگم آقا یه شعاری که داده میشه سه وجه داره. این شعار یا تبلیغیه یا ترویجیه یا آموزشیه. اگه تبلیغی باشه برای همین الانه، یه وقت میگیم ترویجی میگیم برای 10 سال دیگه است، یه وقت میگیم آموزشی که این دو گروهیه. در رابطه با این 14 نفر به نظر من یه مقدار دوز تبلیغی بالا رفت، میتونه حالت ترویجی به خودش بگیره و هیچ ایرادی هم نداره. الان در خود جامعه ایران دیگه حتی اصلاح طلبانی که به هر حال بخشی از نیروهای پیشرو جامعه رو به یک نوعی صداشون اونها نمایندگی میکنن، به این نتیجه رسیدن که یا ادغام بشه رئیس جمهور و رهبری در هم، یا اینکه کل قانون اساسی باید دیگه تغییر بکنه، چیزی که ما میلیون در ایران بارها به کرات گفتیم و همین چند وقت پیشم بیانیهش هم دادیم و در همین تلویزیون هم من مسابقه داشتم، مسابقه با من انجام داده بودن. بنابراین ما در یک شرایط انسدادی قرار داریم که اصلا حاکمیت جمهوری اسلامی، اصلا بحثم دفعه الان 14 نفر نیست، هر حرکتی ملایم‌تر از اون شما بخواهید بکنید، جمهوری اسلامی کامل گوش خودش رو بسته بر این اعتراضات و نداهایی که از جامعه مدنی بیرون میاد و مطالباتی که در سطح ملی، محلی، منطقه‌ای وجود داره، اون داره کار خودش رو میکنه. و نتیجه این که باید رادیکال‌تر شد، یعنی میفرمایید؟ این دیگه بستگی داره. ببینید واسه بحث شما رادیکال بودن، اون که دیگه امری نیست که مثل چیزی نیست که ما بگیم ما هم پاییز عاشق بشیم، این باید حادث بشه. این دیگه برمیگرده به وضعیت اون کنشگران، هم وضعیت تحلیلیشون، هم وضعیت روحیشون، همین که آیا آمادگی دارن برای اینکه وارد فاز رادیکال تری بشوند. ولی این چیزی هم که من در ابتدای بحث گفتم، تو بیانیه اول اگر متوقف می‌شدن و بیانیه دوم تحت فشار نیروهای برانداز تون نمی‌کردن، نه به این مفهومه که اینها زندان نمی‌رفتن، شاید زندان رفتنشون به تأخیر می‌افتاد، شاید سرکوبشون به تأخیر می‌افتاد، ولی در این حال خواهی نخواهی اینها دچار ضربه می‌شدن و تحمل اینها رو نمی‌کردن. در این حال خب این اجازه بدید نظر خانم محمدی هم در واقع بشنویم راجع به همین مسئله. مسئله این نیستش که شما وقتی یک مبارزه به یه مبارزه دست میزنید در نظام های استبدادی، شما هزینه نمیپردازید. مسئله اینه که
هدفی که انتخاب میکنید برای عموم جامعه این هدف قابل دسترسی باشه و هزینه اون قابل پرداخت باشه برای همه، نه فقط برای کسانی که حاضرن از جان و مال و امنیت خودشون بگذرن. مردم حاضرن زندگی و مبارزه بکنن. وقتی که تظاهرات مسالمت آمیز خیابانی باشه حتما گروه های بیشتری میان تا وقتی که درگیری باشه. این امریه که در هر کجای دنیا اتفاق بیفته. ولی حاکمیت ایران هم اینو به خوبی متوجه شده و وقتی کار به درگیری کشیده میشه میدونه که اقشار بسیاری کنار میکشن. بله، این همه جا همینطوره، فقط اینجا نیست. شما در فرانسه هم وقتی آغاز شد به موازات خشونت‌ها عده‌ای کنار رفتن. هنوز هم شما اگه بخوایم مقایسه بکنیم، اولا که هزینه در حکومت بر مبارزه اصلا نمیشه که بگیم دوی مبارزه میکنیم که هیچ هزینه ای ندیم. مسئله قابل پرداخت کردن هزینه است و مناسب بودن بهایی که میپردازیم. ما اگر مسئله رو انواب کنیم که اصل و اساس یک حکومت به اون بسته، هیچ حکومتی نمیذاره که با اون مسئله ما حرکت کنیم. حتما تمام سعیشو میکنی که همونجا متوقف بکنیم. شما وقتی کارگرای هفت تپه، کارگرای فولاد موفق بودن، این مسئله نسبیه. شما خواسته های اونها رو مقایسه بکنید با اون چی که یک سال نیمی که در فرانسه میگذره. هیچ کدوم و مطلقا هیچ کدوم از خواسته ها به دست نیومده. اما کارگران هفت تپه خودشون فیلم میگرفتن، میگفتن نگاه کنید ما تو خیابونیم، هیچ کاری هم نمی کنیم، هیچ جارم خراب نکردیم، لاستیک هم آتیش نزدیم، نمیریم خونه هامون تا این اتفاق نیفته. نوع مبارزه، من نمیگم که این دوستان چرا این کار کردن. این عده اگر میخوان چنین هزینه های سنگین رو بپردازن و چنین اندیشه ای رو، چنین ذهنیتی رو در جامعه ببرن، اگر با آگاهی کامل این کار رو کردن که صرفا میخوان یک هیمنه ای رو، یک هیبتی رو بشکنن، به خاطرش هم برن سالها زندان، انتخاب اونهاست. آقای آصفی، تعداد زیادی از نویسندگان این نامه معلم هستن، یعنی وقتی نگاه میکنیم به سابقه شون و جایگاه اجتماعیشون بسیار نگران کننده و رقت برانگیز اتفاقی که برای خانواده آنها با این احکام سنگین میتونه بیفته. چقدر فکر میکنید تناسب داره جایگاه اینها با اون احکامی که بهشون داده شده؟ آیا فکر میکنید اصلا حاکمیت این رو دیده؟ ببینیم بحث حقوقیش بود که آقای دوگراغسی خب زیبایی مطرح کردن. الان بحث جنس، یعنی بیشتر ما باید رو این بپردازیم که آیا کار اینها یک کاریست که نباید میکردن؟ آیا در نظامهای استبدادی که بسیارشون در جهان برچیده شدن، همه مبارزین، همه مردم مبارز اونجا سعی کردن بین مبارزه و هزینه یک تناسب هندسی ایجاد بکنن و بر مبنای اون برن جلو؟ چون حکومت ها حاضر به عقب نشینی و دگردیسی نیستن، پس اگر اینجوره ما ادبیات موج اول، دوم، سوم و الان وارد فاز چهارم ادبیات گذار دموکراسی میشین، پس اینا همه بیهوده بودن یا ولی آیا عقلانی نیست برآورد کردن اون هزینه و هزینه که باید ایران باید زندگی بکنه؟ شما در ایران زندگی بکنه. من خودم به عنوان یه آدم سیاسی و اون که فردی دارم هم فعالیت میکنم و روزنامه نگار هستم، من فهم میکنم حرکت این عزیزان رو. میدونم که اینها به قول شما از شاخه معلمین بودن و صنفی کار بودن و معمولا در حکومت‌هایی که اینجا مثل ماها که با انسداد سیاسی و ساختاری مواجه هستیم، هر صنفی کار 100 نفر حداقل 5 نفرشون نهایتا در حوزه سیاسی وارد میشن. این که حالا اینها اشتباه کردن، این که اینا محاسبات با دقیق‌تری می‌کردن، این که می‌خوان برای 100 در تاریخ بنویسن، این که شعار تبلیغی بوده، ترویجی بوده، آموزشی بوده و چیز تقدم و تأخر زمانی رو رعایت نکردن، اینها یه بحثی است میشه گفت تکنیک کار که میشه روش ساعت‌ها جا باش گفتگو، روی قضیه گفتگو کرد. ولی اینکه این حرکت بر حق بوده و حق این آیون بوده، حق این عزیزان بوده، من شکی ندارم. ولی در اینکه خب حالا به عنوان یک عنصر سیاسی، به هر حال من تنها بحث ارضا مسائل شخصی خود من نیست، اینکه بخوام 100 بر تاریخ بشه، خب من میتونم فردی این کار رو بکنم. ولی وقتی شما این رو به خطاب به مردم، خطاب به حاکمیت میدید، باید حتما یک استراتژی معطوف به پیروزی هم تدارک دیده شده باشه. اون چه که من در این 14 نفر دیدم، در حرکتشون دیدم، همین مسئله است. یعنی فقدان یک استراتژی که بشود اون بسیج سیاسی رو ایجاد کرد
و اون حداقلی از بروکراسی تشکیلاتی رو بتوانن درست بکنن و یک زور اجتماعی رو ایجاد بکنن و حاکمیت رو نمیگیم به تمام اهداف اون بیانیه ولی به یک اقلی از اون بیانیه نزدیک بکنه یا حداقل موجودیت این جریان رو به رسمیت بشناسه. این مسئله برمیگرده اون بحث به اصطلاح توی همین راهبرد استراتژیکه که الان دیگه در شرایط ایران باید گروه‌های سیاسی، نیروهای سیاسی، افراد سیاسی واقعا اگر میخوام کاری بکنن و کارشون هم نتیجه بخش باشه حتما باید این تناسب هندسی رو در بیارن و استراتژی تعریف جدید رو ازش بدن که ما استراتژی حجتی دیگه نداریم میخوایم برای 100 در تاریخ تنها این کار رو بکنیم. خانم محمدی حق هر کسیه ولی ما مسئله اینه که ما یه استراتژی باشه که چشم انداز پیروزی و چشم انداز پیشرویش رو داشته باشه یا استراتژی به مفهوم مش پیروز. ممنونم، مطمئنم در این زمینه هر دو شما البته هم نظر بودید در زمینه اینکه به هر حال این اقدامی که انجام میشه در نهایت باید به یک هدفی برسه. ممنونم از هر دوی شما، علی محمدی فعال سیاسی از برلین با ما و همینطور حمید آصفی از تهران. و ممنون از شما که همراه ما بودید در این برنامه. برنامه بعدی ما پروز پنجشنبه خواهد بود. شب و روزتون خوش.